آقا در اومدم بیرون دیدم یه پسر بچه مثلا قد کوتاهی بودن تا اینجای من، سر کله خالکوبی نشه اومد What's your problem؟ به من گفت مشکل چیه اینا؟ اینجوری داشتم بنزین میزدم دیدم جاکش از یه دونه داجرم پیاده شد، داجرم یه از این وانت هاست، از داجرم پیاده شد اومد پشت من دوباره من No I'm telling you what's your problem، نه من به تو میگم مشکل چیه. دوباره نگاش کردم به مرگ قدیر، به روح مادرم، به رفاقتی که کردیم با هم، گفتم میری یا مادر جنده تمام دنده‌هاتو خرد کنم کسکش با مشت و لگد. انقدر ترسیدم اینجوری رفتم پیش پلیس اینا. هلو سر، اینا میخوام بزنن کسکون منو پم بکنن. آقا سلام، چاکر آقایون. ما آقا یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، من برای شما تعریف بکنم. کسایی که آمریکا زندگی میکنین خیلی خوبه که این قضیه رو بدونین. یک ساعت و نیم پیش تو فرودگاه تو پمپ بنزین بین راه سان آنتونیو تا اینجا، من از در پمپ اومدم برم بنزین بزنم، همین مدلی بودم، خوابالودم بودم، یه ذره حال و حوصله‌ام نداشتم، اومدم برم بنزین بزنم حاجی، از در ماشین پیاده شدم همون پمپ بنزینی که همیشه میرم که میرم لاتاری میخرم. اینو میخواستم بگم حاجی، نمیخوام تو لایف بگم، نمیخواستم تو استوری بگم که یه موقع داستان نشه. آقا سلام، سلام خدمت همه رفقا. آقا من سلام عزیزم، آقا احسان، آقا تمام برادرای ما، آقایون، همه دوستان، اسم بخوایم بگیم برادر دیگه تمام نمیشه. جردانی، what's going on my brother، how's life my brother، happy veteran day my brother to you، you are American soldier. اوکی آقا، اینو داشتم به شما میگفتم. هیچی اپون بنزین اومدم بیرون، اومدم برم بنزین بزنم و اینا، طبق معمول دیدم یه اسپی آدم اسپانیک رد شده که ما شروع کردیم کسیشل بازی در آوردن، هی رپته رپته مپته مسخره بازی. خارگوسه رفتم اون تو، اونجا که بنزین تو آمریکا بنزین که میخوای بزنی باید بریم اونجا بهشون بگیم، مثلا بگی آقا پمپ شماره 7 مثلا چه میدونم $50 $40. من دیگه نمیدم با این کارت، میخواستم برم دستشویی دیگه نمیدم با همین کارت مثل اپل پی بزنم. آقا در اومدم بیرون دیدم یه پسر بچه مثلا قد کوتاهی بودن تا اینجای من، سر کله خالکوبی نشه اومد What's your problem؟ به من گفت مشکل چیه اینا؟ من دوروبر نگاه کردم گفتم که nothing، به ارواح خاک مادرم، این صحبتی که میکنم مال همین 10 دقیقه پیشه، مال یه ساعت پیشه. گفت What's your problem؟ گفتم هیچی. گفت نه داشتی میرفتی تو یه چیزی گفتی. گفتم به تو چی گفتم؟ گفتم حرف نزدم، به کی گفتم خارکسه؟ هیچ. بعد گفتم مرد قد کوتاه اومد داره کسخل وزم بود اینا، بعد من نگاه کرد هبا با 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 یه کسوشری گفت، بازم نفهمیدم چی گفتم، بهش گفتم listen to me، گفتم خارکسه سر صبح آقا سلام و خدمت همه مخلص آقایون، همه بزرگا، همه رفقا، همه سیاوشان سلام، آقای خیرابی عزیز برادر من، آقای اسدالله یکتا پدر عزیز من، برادر عزیز من، گوگیجه گرفتیم اونا یه قاطی میکنه میگه مادر عزیز من، حالا بذارین برای تعریف کنم هیچی. بعد بهش گفتم ببین به فارسی، یعنی بهش به انگلیسی فارسی گفتم آقا برو تمامش کن بره. آقا منم بنزین بزنم مادر قهوه به جان قدیر به روح مادرم حاجی، اومدم به انقدر اعصابم خورد بود دیگه برای حاجی هم تعریف نکردم. حاجی زنگ زد گفت چیه؟ گفتم الکی با یکی جرابستم شد. اینجوری داشتم بنزین میزدم دیدم جاکش از یه دونه داجرم پیاده شد، داجرم یه از این وانت هاست، از داجرم پیاده شد اومد پشت من دوباره من No I'm telling you what's your problem، نه من به تو میگم مشکل چیه.
دوباره نگاش کردم به مرگ قدیر، به روح مادرم، به رفاقتی که کردیم با هم، گفتم میری یا مادر جنده تمام دنده‌هاتو خرد کنم کسکش با مشت و لگد. دو دقیقه گذشت که نمیخوار گذشت وایستاده، بعد دیدم رفت سمت ماشینش، تفنگ دیدم در آورد، اسلحه. دویدم رفتم تو پمپ بنزین، دیدم یه دختر بنده خدا توپلی، دیدم پشت همین پمپ، بهتون میگم کدوم پمپ بنزینه، دیدم یه دختر توپل پشت پمپ همین چیز با... بودم اینجا کامرا داری؟ دوباره بودم ببین، من داشتم میومدم تو، یکی داشت میرفت بیرون، این اومده الان یکی دیگه بیرون وایساده، میگه تو به این یه چیزی گفتی. بودم آقا من اصلا ببین کامرا دوربین داری خارکسته؟ بودم تو آمریکا چجوریه؟ میگن اول باید اون بزنه، این خارکوز تفنگ کشیده، این بزنه که کسکش ما رو میکنه رو آسفالت خارکوزه. که خدا رو صد هزار مرتبه شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، همون لحظه ماشین استیت تروپر اومد بنزین بزنه. استیت تروپر این ماشینای پلیس راهه، ولی این ماشیناست که پلیسای آمریکا هم جریمه میکنه. استیت تروپر از این هاست که کلوشاپو فلان، از این کلوشاپو ها دارن پولیس هم. استیت تروپر اومد، بعد دیدم اومد تو، نمیدونم اومد چیکار بکنه اینا، من یه نگاش کردم دیدم نشونم بهش گفتم آفیسر، ترسیدم، انقدر ترسیدم، بیا انقدر ترسیدم اینجوری رفتم پیش پولیس اینا، نه هلو سر، اینا میخوام بزنن کسکون منو پم بکنن. بعد پلیس گفت این هیکلت تو رو بخوره، کسکه دومت قدت، خالکوبی تفنگ و کلاشینکوف و تونل های حماس توی غزه خارکسه ریدی تو خودت. نه آقای پلیس، من تازه معروف شدم، دنبال هیچ کیر خری نیستم، وضع منم داره خوب میشه، نمیخوام علکی به کیر برم، روسریت در بیار نهل خر. چشم آقای پلیس، ببخشید. هیچی اومد بیو پولیس به من گفت، گفتم آقا این خارکسته اومده میخواد اسلحه داره میگشه، من با چیکار کنم؟ گفت کی؟ گفتم اون بیرون. اگر تو بیرون بگو خارکسته اثری از یه خارکسته بود، ماشین کسکش که پیچید، ماشین که بده من اقا چادر رو بذار تا کنم، ماشین خارکسته که پیچید اومد تو پمپ بنزین، این دیوس مادر قوا رفت. حالا داستان میدونی چیه؟ که زنه برگشت من گفت که اینا جرابست میکنن، اینا شروع میکنن با تو جرابست کردن، دعوات که بشه ماشین رو میگیرن میبرن، ماشین میبرن اون دروبر تمام کسکونش رو بر میدارن. حالا یه شانس خوبی که خدا رو صد هزار بار شکر ماشین من داره، ماشین من ماشین نمایشگاه است، تمام ماشین های نمایشگاه جی پی اس روشه که بعدم میفروشیم به مشتری، اگه مشتری خارکوس پول نداد ما بتونیم چی؟ ماشین رو برداریم. هیچی دیگه. من به پلیس بگم یه ده دقیقه رو بگذشت. حالا منظور میگم کس خودم تو 37-8 سال سن جرابست بکنم، دعوا درگیری بشه فلان و اینا. بعد داداش اینجا صحبت اصله هست، اینجا تفنگ خارکسته، میفهمی چی بهت میگم؟ هیچی دیگه. میگم این ماجرای امروز ما شد دیگه، یه پسر گوز انقدری. آره حالا اینی بگه، حالا خدا رو صد هزار مرتبه شد میگه، میگم حالا به خیر گذشت. حالا الان رسیدم خونه، این خانومه که امروز میاد خونه رو تمیز میکنه، سه شنبه خارکسته نیومده، میگه وقت دکتر دارم، نمیدونم میخواد بره چی بکنه و اینا. آره گفتم پس ولش کن دیگه، الان یه مهمان دارم، این دختره انقدر با من خوبه، خیلی منو دوست داره، از منهتن نیویورک یه چند ساعت دیگه میرسه. اینجوری بذار برم یه کاردیو بزنم حالم بهتر بشه میام. مواظب خودت باش. آره لایو هم نگاه کن، این امروز چند نفر از من داشتن سوال این، ولی این ریلز امروزت میدونی که خیلی قشنگ بود، به عربای آجی میدونی که واقعیت رو گفتی دیگه. خود ما از همونجا شروع کردیم دیگه. آقا حاجی، بچه ها سلام، حاجی حاجی حبشی میخواد با شما صحبت کنه. گوشی حبشی یا حبشک؟ حاجی حبشک.
آقا گوشی این لایو، آقا من با شما کاری ندارم، من لایوام یک شنبه است. یه لحظه گوشی دستتون، حاجی با شما کار داره. سلام، مثلا چی رو الان بخوام چیکار بکنم؟ من لازم نمیستم شما. شما این های چیه؟ آقا این یک شنبه من میخوام یه آقایی رو بیارم بالا، پسر خیلی خوبی و بعد خیلی برای من جالبه. گفتم ما تو یه دونه بیمارستان توی نوشهر دنیا اومدیم و بعد دیگه با هم دوست شدیم. همین دیزاینر کفش و یه سری از لباسای همین برند امیری هستش. فردین رو میخوام بیارم حاجی، بچه خیلی کار درستیه، بعد برای ورساچی کار میکرده، یعنی با چیزای دنیا، از این دیزاین میزاین و چیزای خفن دنیا خیلی مثلا در ارتباط بود و فلان اینا. یک شنبه بعدش هم شانسی یکی دیگر رو میاریم بالا، یه ذره باهاش صحبت میکنیم. ولی هر کی که اومد بالا، اگه اومد بالا هر کسی میتونه بیزینس خودش اونجا آخر سر بگه مثلا کجا بیزینس داره، هر چند نفری که هستن. آره ولی خب میگم دیگه، خانوم نباشه، چون میدونه که خانوم باشه بیرون ایران باشه، چون من این موقع بعد من حرف میزنیم نمیخوام خدای نکرده این موقع داستانی بشه. آره جیگرتو برم یا علی، خداحافظ. صف خورکسترانه.